انگار ورزشکاران زاده شدند تا در دشوارترین و تلخترین شرایط هم دست از تمرین و مبارزه بر ندارند. حتی در زندان. خالد هوتک و مرتضی هوتک دو برادر و همزمان اعضای تیم ملی وشوی کشورند. اما اینان از 3 ماه به این سو در زندان پلچرخی زندانی هند. اما شور و اشتیاق را که ورزش در اینان زنده کرده سبب شده تا در زندان هم به تمرین هایشان ادامه دهند. بازم با مو انگیزه که ما داریم و دو برادر هستیم دیجا با مو انگیزه گذشته داریم و حال هم داریم. در گذشتم در دست خالی رفتیم مدال آوردیم، حالا ما میریم از دست خالی خود میریم که در جهانی قدرت خود نشان میده. پارتنر شخصی ما خودم برادرم است که من میجه تمرینات خود فشرده جدیان ادامه داره هستم و فعلا توکل به خدا. اگر تو یکی دفتی دیگه که ما اگر انشالله که بیرو برامدیم هنوز فعلا یکی دو ماه دیگه هم پیش دیدار. این دو عضو تیم ملی وشوی کشور اما از مسئولان ورزش کشور شکوا و گلایه های نیز دارند. پیام و خواستم همی است که اگر توفیشون همی است که ما اینجا افتادیم و اید پشت سر ما کس نمیگردن، در قصه ما اصلا نیستن، اصلا از کمیته المپیک یا تربیت بدنی بر ما یک زنگ نزدن، از مطبوعات های کسایی که در چوکی بلند شدن بر ما زنگ نزدن که شما در کدام حالت قرار دارین. خاص مزارتی است که بسیار در داخل در زندان بسیار جوانه بیگناه هستن مثل ما وری که فعلا ما در یک توتیه ناق در هیچ بندی شدیم و قدر زحمت کشیدیم و قدر مدارهایی که آوردیم لیاقت زندان داشتیم. خالد و مرتضی هوتک 3 ماه پیش به اتهام درگیری فیزیکی با یکی از مربیان رشته وشو راهی زندان شدند. خالد هوتک تا کنون توانسته یک مدال طلا از رقابت‌های غرب آسیا و نیز 3 مدال برنز و 1 نقره دیگر در رقابت‌های گوناگون برای کشور کسب کند. مرتضی نیز 1 نقره و 1 برنز در کارنامه دارد. بارها پرچم سرنگ افغانستان در قله های جهان و آسیا توسط این دو برادر قهرمان به اهتزاز درآمده است. اما از سوی هم قرار است تا 2 ماه دیگر بزرگترین رقابت جهانی وشو در شهر کازان روسیه برگزار شود. با آنکه این ورزشکاران باید در اون رقابت ها اشتراک میکردند، اما سرنوشت این جوانان این است. ظاهر نوری، تلویزیون 1، زندان پلچرخی کابل.